رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر. سلام بفرمایید. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من از ایران تماس میگیرم. موضوعی که میخوام مطرح بکنم راجع به مشکلاتی است که با همسرم دارم. در واقع ابتدایی چیزی بگم که شما سالو میدونم میپرسید. من بچه سوم از 4 فرزند هستم. 37 سالمه. همسرم هم 37 سالشه. ایشون آلمان زندگی میکنن و من ایران. 4-5 سال پیش با هم آشنا شدیم از طریق یکی از آشنایان. متاسفانه چون رفت آمد ما در واقع قطع بود به زمان کرونا هم بعدش منجر شد ما نتونستیم ارتباط در واقع همدیگر رو ببینیم، فقط طریق تلفن و تماس تصویری در ارتباط بودیم. 1 سال ما با هم صحبت کردیم، شاید شبانه روز 3-4 ساعت ما صحبت میکردیم و تقریبا به جای خیلی خوبی رسیدیم که منجر به ازدواج شد. یعنی سب کنید. نه من نفهمیدم، ببخشید. شما در ایران تشریف داشتید، ایشون در اروپا، درسته؟ بله درسته. تلفنی صحبت کرد؟ چه مدتی تلفنی با هم حرف زدی قبل از اینکه همدیگه رو ببینید؟ 3 ماه تلفنی صحبت کردیم. یه بار در ترکیه همدیگه رو دیدیم، این چند بار به فاصله 2-3 ماه یک بار همدیگه رو میدیدیم، ولی 1 سال ما تلفنی در ارتباط بودیم. روزی تقریبا 3-4 ساعت ما صحبت میکردیم، یعنی خب چرا نمیتونستید با هم باشید؟ به خاطر اینکه ویزا نمیدادن به من نمیتونستم برم آلمان. چرا ایشون نمیدن؟ خب ایشون چرا نمیخواست؟ نه چرا نمیدن ایران؟ نه میفهم عزیز، آخه آدم میخواد با کسی ازدواج کنه، نمیدونی که ازدواج کنه بعد بره دو تا کشور مختلف زندگی کنه. خب ایشون می آمدن ایران، چی می شون؟ نه قصد من رفتم به اروپا بود، یعنی اگر ویزا می اومد من رفتم و همین اتفاق هم افتاد. نه آخه سب کنید عزیزم، اگر ایشون می آمدن ایران بعدا نمی تونستن برگردن اروپا؟ چرا می تونستن؟ به خاطر کارشون نمی تونستن کارشون رو رها بکنن. ایشون شغل و کارشون چی؟ ایشون تحصیلاتشون چی؟ شغل و فوق لیسانس هستن، مهندس هستن، توی شرکت مخابراتی کار میکنن. چه مدتی سالان ایشون اروپا هستن؟ 10 سال اروپا هستن. اوکی. خب شما قرار بود که برید اروپا ولی نمیتونستن با وجودی که ازدواج کردید برای شما ویزایی بگیرن که برید اروپا؟ بله، مشکل ویزایی حل شد، خود به دوران کرونا متاسفانه لغو شد ویزا، ولی بالاخره مشکل ویزا حل شد و مسئله من چیز دیگه ایه. آی دکتر، ایشون در دوران کرونا به ایران اومدن و ما زندگیمونو با هم شروع کردیم و کارشونو به صورت دورکاری انجام میدادن و این یک امتیازی بود که با ما در کنار هم زندگی بکنیم. مشکلات از جایی شروع شد که ایشون ما داخل اجتماع شدیم و با دوستان و خانوادهمون ارتباط گرفتیم و مشکلات آغاز شد. ایشون ما تازه فهمیدیم که ایشون خیلی بسیار شکاک و بدبین هستند نسبت به حرفای دیگران، برداشتایی میکنن که واقعا برداشتای نادرستی بود و من کم کم دوستامو از دست دادم، جمع دوستانه رو از بین بردیم. ما ارتباطمون با دوستانمون قطع شد به خاطر اینکه ایشون کوچیکترین چیزو به خودشون میگرفتن و بعد شما که 2-3 سال با ایشون تلفنی حرف زدید، هدف از این تلفنی حرف زدن چی بود؟ قانون بشناسید که شما نفهمیدید ایشون شکاکن، بدبینن، منفیان. چون یه سری مورد ها داشتن که من پذیرفتم و کنار اومدم، ولی اصلا مشخص نمی کرد که ارتباط با دیگران چگونه است، یعنی با خانواده هم چه ارتباطی دارن و با دوستان هم چه ارتباطی برقرار می کنن. اون بخشی از شخصیت ایشون اصلا برای من روشن نشد تا زمانی که ما وارد زندگی مشترک شدیم و بعدش کم کم مشکلات سر باز کرد و فهمیدیم واویلا چه خبر است. خیلی چیزای خیلی ساده ای، مثلا شما فرض کنین مثلا
زن برادر من توی خونه ما مثلا میگفتش یه چیز خیلی کوچیک، مثلا بچه‌ش از مورچه میترسید، میگفتش خونه شما مورچه داره و این مورچه باعث شد ما ارتباط خانوادگی ما به هم بخوره به همین سادگی. که چرا ایشون لابد منظورش اینه که من خونه رو نظافت نمی کنم و به این دلیله که این حرف رو به من تیکه انداختن. خب ببینید این مسئله چجوری من میتونستم مثلا چی مسئله، حالا کی گفته که شما چه اصراری دارید که این مسئله حل کنید؟ شما دارید به من میگید صبر کنید. شما میگید اولا ببین عزیز یه چیزی گفتی تو ازش گذشتید. آدما از طریق گفتگوی با هم قرار هم دیگه رو بشناسن. اگر گفتگو منجر به شناخت میشه که این آدم چه ویژگی روانی داره، فایدهش چیه که ما گفتگو میکنیم یه سال دو سال؟ شما وقتی با ایشون حرف میزنید، اگر درباره یه فیلم بود، درباره یه اتفاقی تو ایران بود، تو اروپا بود، از تجزیه و تحلیل و نظر ایشون و عقیده‌شون باید میفهمیدید چی رو آدم میزنید. حالا اون گذشت، آمدید به قول خودتون متوجه شدید که ایشون چنینن، حالا چرا کوشش میکنید که مسئله رو حل کنید؟ من میشه حل کرد، مثل یه آدمی که قدش کوتاه یا بلنده بخواید قدش رو تغییر بدید. خب معلومه که شما شناختی از ایشون نداشتید، ایشون چیزی که الان هستن مورد قبول شما نیست. اگر اینا رو میدونستید باشون ازدواج نمیکرد. چرا الان میخواید ادامه بدید؟ اونم تازه در دو کشور مختلف. بله متاسفانه ما دو صاحب یک فرزند ناخواسته شدیم و همین علت باعث نگه داشتن من از بچه من 1.5 سالشه و جدایی از بچه هم بسیار سخت. خب ایشون که دارید، شما در دو شهر کشور مختلف زندگی میکنید؟ خب نه، قرار نیست در دو شهر مختلف زندگی بکنیم و در دو کشور مختلف. اگر اوضاع رو به راه باشد که من قطعا حتما به آلمان میرم و اونجا زندگی خواهم کرد. این مسئله حل شده است بین ما. متاسفانه مشکلاتی است که باید نمیدونم چگونه کنار بیام. اگر من طلاق بدم باید قید بچه‌مو بزنم یا بچه‌م از پدرش یا مادرش دور باشه؟ این مسئله منو بسیار آزار میده و میخوام از شما کمک بگیرم که راه درست چیه. اگر هر دو در ایران بودیم خب به نفع بچه بود، اگر هر دو در آلمان بودیم باز میگفتیم طلاق میگیریم بچه هست. این مثلا آسیبی که این بچه میرسه و عذاب آوره. خب آخه برای که شما همجوری به اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه کردید، انتظار دارید خب چی بشه؟ حالا نصب کنید عزیز، حالا بکنیم که باز اشتباه رو ادامه داد. یعنی شما الان فرض بکنید که با وضعیتی که هستید بچه اونجاست، خب متاسفانه کاری که نباید میکردید شده و ایشون هم که نمیخواد بیاد ایران زندگی کنه، شما هم که فکرونی که میخوام برم آلمان. من نمیدونم شما در این سن و سال میخواید بیاد آلمان، شغل و کار رشته تحصیلی شما چیه؟ بنده هم فوق لیسانس دارم در زمینه حسابداری و اینجا مدیر مالی هستم. خب آنه شما تو پکوین در یه جایی مانند آلمان جایی برای کار کردن هست در حدی که درآمد خوبی داشته باشی؟ بله اونو موزلی هست دیگه بابا. خب بله شما پاشید برید اونجا. ببینید نه سب کنید این ازدواج اینجوری که من حرفای شما فهمیدم، این ازدواج ازدواج غلطی بوده و همچنان غلط هم هست. ویژگی روانیشون هم چیزی نیست که بگه کسی اینگونه به دنیا نگاه میکنه به صورتی که شما توصیفش کنید که تغییر کنید. شون همینه، شما در آلمان با یه همچه آدمی باز انوز فکر میخواید زندگی کنید بعد به خاطر بچه؟ همچه چیزی ما نداریم عزیز. من 51 سال حداقل تو این کارم یک نفر رو ندیدم که به خاطر بچه توی زندگی بد و غلط بمونه. دلیلش نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. هیچ ارتباطی به بچه نداره. نمیدونیم، نمیتونیم، آدم محتاجی هستیم به چیزهای مختلف. مثلا من میخوام برم آلمان، نگرانیم که بر سر بچه چی میاد. خب بعدم شما الان وارد یه مرحله شدید عزیز که انتخابتون فقط بین بد و بدتره. شما یه زندگی بد دارید و یه طلاق بد. پرسش اینه که کدامش برای هر سه شما بدتره. هر کدام که بدتره رو باید گذاشت کنار، باید بد انتخاب کرد. ولی الان شما همه چیز پادرواز، برای که شما اگر اینگونه که شما توصیف کنید برید آلمان هم نمیتونید با هم زندگی کنید. خب میخواید برید اونجا بشید. فقط من میخوام برم آلمان برای که اونجا بچه‌م هست با من یا با اوس یا با توجه به قواعد و قوانین این بسا شما درگیر کار و فعالیت هستید. هفته 5 روز بعد چه فایده داره بچه 2 ساله 4 ساله پدر مادرش رو ببینه یا نبینه؟ منم جدا جدا با طلاق. شما که نمیخواید بهانه کنید، قبلا بهانه کردید به هر چیزی، به نظر من حالا اومدید بچه رو بهانه میکنید. و
بله، و اگر اون مادر هم به همون اندازه شما به بچه‌ش اهمیت بدیم، یه خب پامشم میرم ایران کنار پدرش اقلا باشم، اگرم نتونستیم با هم زندگی کنیم و در حال توی شهر هستیم. میگم این دوریه اذیت میکنه، اگر دور نبودیم مسئله حل بود تقریبا، یعنی میدونستم باید چی کار بکنم، ولی من تقریبا خب حالا شما چه اگر بچه ما بیکن بدم که طبق قوانین ایران حداقل تا 7 سالگی بچه با مادره، مثلا نباید بچه رو بیشون بدم یا قید بچه رو بزنم، این که اشتباه کردم قبول. ببینید عزیزی، آخه بذارید نگاه این گونه نکنی، قید بچه رو زدن نیست، مالکیت که نیست که بگید خونه رو از دستم میگیرن، بچه شما بچه شما همیشه، مسئله با هم بودن و زندگی خوب داشتنه. اگر شما رفتید تو این تو زندگی، چه ایران چه آلمان، صبح تو غروب دعوا و گرفتاری و اختلاف دارید، برای بچه چه فایده داره؟ اما بهتره که جدا بشید. برای قید بچه رو اگر من از طرفی فکر میکنم اگر من خانوادم و ایشون نبیند و دوستان من را نبیند، ایشون اصلا مشکلی نخواهد داشت. یعنی با جمع دوستان خودشون هیچ مشکلی نیست، اما با خانواده خودش هیچ مشکلی نیست، چون من حداقل بلدم چگونه رفتار کنم، شاید ایشون بلد نیستن چطور با اطرافیان من رفتار بکنم، اینو هم بلدم، اگر من فاصله بیفته شاید ایشون مشکل حل بشه، ولی باز من اینو نمیخوام. من عزیز من، آخه این معنی نداره که من برگردم بگم وقتی من با خانواده خودم اصلا فارسی بلدم، با خانواده گریه نیستم، خب ایشون ویژگی روانی چرت فکر کنید بعدن با شما خوب خواهد بود، ایشون با خودش خوب نیست، بعدم شبکه دوستان ایشون که نمیتونن دوستانشون بمونن اگر روابط عمیقی داشته باشن، برای آدم شک کن، اونم یه دوستی سطحیه که خبر شما ازش نه. ببینید عزیز، شما من نشون میدید نگاهتون کلیست و سطحیست، یعنی معلوم اونو میفهمم، بنابراین شما اگر فرضتون اینه که ایشون با خانواده من مشکل دارن، قبول، ولی با خانواده خودش و دوستای خودش نداره، اصلا قابل قبول نیست، ایشون هم اونو با اونام داره، بعدم با شما هم خواهد داشت، برای شما که براش ایدئال نمیتونید باشید با توجه به اتفاقات. یعنی میخوام بگم مسئله رو برید با روانشناسی یا داخل ایران یا تو اروپا. حالا یه سوال دارم، شما چقدر امکان داره برید اروپا و کی؟ هر لحظه من میتونم برم. خب چرا نمیرید؟ الان خب مشکلات میخوام حل بشه بعد برم حقیقتا. ببخشید کدوم مشکلات حل بشه؟ ما الان چون در حالت اینو بگم، ما الان در حالت قهر به سر میبریم و به همین خاطر از هم جدا هستیم. نه و نه اگر آخه نه شما اصلا همه مسائلو من نمیدونم، رابطه های علت و معلولی چرا وارونه میبینید عزیز؟ ما در حالت قهر هستیم یعنی چی؟ مرفم این است که شما چرا نمیرید مشکلاتمو حل بکنم. ایشون ما چندین جلسه مشاوره رفتیم و فکر میکنید آخر مشاوره چی شد؟ مشاور رو متهم کردن ایشون، یعنی هیچ چیزی رو نمیپذیرن، نه اینکه حرف منو نپذیرن. شاید ما چندین مشاوره عوض کردیم که ایشون بالاخره قانع بشن که بخشی از مشکلات مقصر خودشن. اصلا فرض کنید 50-50 مقصریم، ایشون 50% خودشون نمیپذیره. و وقتی نمیپذیرد، وقتی نمیپذیرد باید رابطه رو تموم کرد. قصه بچه و از بچه هم فقط من این یه چیزی در مورد خودم بگم، من متوجه شدم این رابطه اونطور نابودیه و باید تمام بشه. من متاسفانه وقتی که میبینم همسرم متوجه چی رفتارها نیست، رفتاری که نباید بکنم و انجام میدم و به شدت پرخاشگر میشم، چون که انگار دارید با دیوار صحبت میکنید و این پرخاشگری من بنابراین من آدمایی مثل شما داشتم که بعد از یه مدتی سر از زندان در آورد، چون فقط کافیست یه دفعه اشتباه کنید یا ایشون یه دفعه بازی در بیاره و حالا گرفتار بشید. تا چیزی که نمیشه به نظر من عزیز ماجرا، اگر این گونه ببینید من حرفم این است که وقتی رفتید با یک کسی بیرون، دو تا چیز اگر تو این آدم دیدید وسطش بهانه کنید که دل درد گرفتم، برید. شامتونم نخورید، نهارتونم نخورید، یکی عصبانیت، یکی شک و سوءظن. با این آدم ها نمیشه زندگی کرد. اگر مدعی هن که خوب میشن برن خوب بشن بعد بیان،
بنابراین شما در توصیفی که داری برای من میکنید میخواد چی رو درست کنید؟ رابطه رو درست جان؟ ایشون هیچی رو نمیپذیرن، هیچ کنون از اشتباه، همیشه فکر میکنن دیگران مقصرن. اوکی، تموم شد. بنابراین وقتی یک کسی به دنیا این گونه نگاه میکنه، آدم های دیگه که کنارش قرار نیست بمونن عزیز. بنابراین شما هم تصمیمتون بگید اینقدر بی خودی از بچم بگذرم و نمیدونم این کار مثلا یه ملکی شیعیه که دارید. علاوه بزرگترین مسئله ازدواج و یه مشکل ازدواج اینه که آدم عزیزترین موجود زندگیش که بچه‌ش رو با یه کسی شریک و سهیم میشه که اون میتونه بزنه بچه رو نابود کنه و هیچ کاری نداره. اینا هم یه واقعیتیه. بنابراین بذارید ببینید چی میشه. بازم خودتون اگر ایشون هم نمیان یا فایده نداره، شما خودتون با یه روانشناس چند جلسه صحبت کنید ببینید نگاه و نظر دیگری دارن، راه حلی دارن یا نه. ولی اگر نه، متاسفانه برخی از اوقات بین بد و بدتر باید بد و قبول کرد که گرفتار بدتر نشیم. بعدم این نکته‌ای که شما الان آخر گفتید بیشتر منو نگران میکنه از همه اون چی گفتید. یه تیپی مانند شما وقتی که در مقابل یه همچین آدمایی قرار میگیره، از یه حد که میگذره کاملا دیگه اون کنترل خودشون ندارن، به اصطلاح من درگیر یه چاه روانی میشن که از اون بالا میافتن پایین. و تو اینجا خطره، تو اینجا خطره. یه ذره کار بالا میگیره، یه برخورد فیزیکی میشه، برخورد فیزیکی میتونه در حالی که هیچ هدفی هم نبوده طرف سرش به این ور اون ور بخوره، گرفتار بشه، از پله پرت بشه. آخه اینا فراوون عزیز. ما چرا باید وارد یه رابطه بشیم که حالا خطر از هم پاشتن داره؟ ماجرای ازدواج اینقدر مسئله نیست. بعدم بچه هم که نباید میامد آمده. خیلی خب، کنار این مادر آسیبش هم میبینه، شما هم کنارش باشید فرق نمیکنه. اگر مادر این چنینه کار بچه تون هم تمومه، چه هر روز باشه شما و او باشه، چه هفته دو روز با او باشه که در آغاز خیلی بیشتر هم خواهد بود. قوانین هم اروپا هم ایران به گونه ای هست که به هر حال این ارتباط رو و این حق رو بیشتر به مادر میدن و درستش هم همینه. حالا این مادر اینجا بیمار گرفتاره، علتش هم انتخاب غلط شماست. یعنی بی خودی من مطمئنم علائم این چیزا رو شما هم در گفتارش هم بعدا در رفتار اولیش میدید، همون در همون فرصت های کوتاهی که هم دیگر میدید. ولی خب شما دلتون میخواست یه جور دیگه دنیا رو ببینید، ولی خب این گونه نیست دیگه. واقعیت واقعیت. برحال عزیز، من بسیار اجتماعی هستم، یعنی بسیار نه نرمال هستم، ولی ایشون صفر لحاظ اجتماعی. ارتباط با دیگران واقعا فکر کنید تو جمع هستن، خانوادگی دوستانه سکوت مطلق هستن. یعنی من اینکه باهاشون صحبت بکنی یه صحبتی بکنن، خب این نمیدونم، یک شخصی که نرمال میخواد زندگی بکنه با کسی که نگاهش اینجوریه به دنیا هیچ رای نداره. عزیزم مثل یه آدمیست که یه آدمی است که تون میره کسی آهسته میره، خب معلومه با هم نمیتونن برن. برای مواظب خودتون و فرزندتون باشین. خیلی خوب، شب بخیر. از خواهش میکنم.